خب بچه ها، رسیدیم به آخرین فیلم از آخرین فصل فیزیک هفتم، یعنی فیلم فلاسک خلأ. میخوایم راجع به یه فلاسکی صحبت بکنیم که تقریبا میشه گفتش که انتقال حرارت توی هر سه روش براش غیر ممکنه، یه وسیله خیلی خیلی مفید و کاربردی. ببینیم با هم دیگه فلاسک خلأ رو. مثال، برای ثابت نگه داشتن دمای نوشیدنی ها از چه وسیله استفاده میکنیم؟ پاسخ: فلاسک خلأ. در فلاسک خلأ هر سه روش انتقال گرما، یعنی روش های رسانش، همرفت و تابش، به آن یا بیرون آن تقریبا امکان پذیر نیست. به همین دلیل می توان از آن برای خنک ماندن نوشیدنی های مثل آب و یا گرم نگه داشتن نوشیدنی های مثل چای و قهوه استفاده نمود. حتما بچه ها تو طول سفر و مسافرت با خودمون فلاسک چای همراه بردیم. فلاسک چای میدونیم کارش چیه، نگه داشتن آب جوشه برامون، آبو جوش نگه میداره، گرم نگه میداره. چرا گفتیم؟ چون سراح انتقال گرما، یعنی راه های رسانش، همرفت و تابش، غیر ممکنه. ما انتقال گرما توی فلاسک خلأ نداریم. اما چجوری باعث میشه که نداشته باشیم این سه تا روشو؟ تو اسلایدهای بعدی قراره با هم دیگه یاد بگیریم. خب مثال، در مورد طرز کار فلاسک خلأ توضیح دهید. چرا گرما نمیتواند به آن وارد شود و یا از آن خارج گردد؟ پاسخ: اصلی ترین جزء فلاسک یک بطری شیشه ی دوجداره است که بین آن خلأ است و روی سطح آن هم از داخل و هم از بیرون نقره اندود شده است. در فلاسک خلأ گرما نمیتواند به هر یک از سه روش انتقال گرما وارد یا خارج شود. نگاه بکنید بچه ها، اینجا فلاسک خلأ، این حالا شکل کلیشه، توی قالب و قاب این فلاسک یه دونه شیشه است. اینجا هم بهتون گفتیم یک بطری شیشه دوجداره. دقیقا این دوجدارهی که میگه ما رو یاد پنجرهای دوجداره باید بندازه. خب بین اون خلأه، پس همون جوری که میگفتیم پنجرهای دوجداره عایق حرارتی بودن، نمیذاشتن گرما بره بیرون یا داخل بیاد، اینم دقیقا همون کارو میکنه. چرا و چجوری؟ در ادامهش داریم توضیح میدیم. روی سطح اون هم از داخل و هم از بیرون با نقره پوشیده شده. نگاه بکنید بچه‌ها، این حالا حالت نقره‌ای شکل بهش دادیم، گفتیم سطوح نقره اندود، مایع داغ یا که درونش ریخته شده. پس دوجداره بودن اون و وجود خلأ بین دوجداره هاش و نقره اندود کردن بیرون و درون بطری شیشه‌ای توی فلاسک خلأ باعث میشه که سه تا روش انتقال حرارت و گرما عملا از بین بره. خب میرسیم به روش رسانش. میخوایم ببینیم که چگونه این فلاسک خلأ باعث میشه رسانش از بین بره، بعد همرفت از بین بره و در نهایت تابش از بین بره. میخوایم راجع به رسانش صحبت بکنیم. خلأ به طور کلی از رسانش گرما از دیوارهای فلاسک جلوگیری میکند. در پوش چوب پنبه‌ای یا پلاستیکی توخالی نیز حاوی حواس که رسانای ضعیف گرما میباشد. خب بچه ها، رسانش شکلش چی بود یادتون هست؟ یکم فکر بکنید. زمانی که داشتم روش های انتقال حرارت رو بهتون درس میدادم، انتقال گرما رو میگفتم، سه تا روش داشت. اولیش بود رسانش. گفتم شکلایی که اینجا و اینجا و اینجا، من قشنگ یادمه کجای مانیتور نمایش دادم بهتون، گفتم این شکلا رو به خاطر بسپرید. یه شکلی بود که شمع بود، اون شمعه قرار بود که یه دونه میله فلزی گرفته بودیم روی اون شمع و دستمون قرار بود بسوزه در آخر، میگفتیم روش رسانش. حالا میخواد بگه رسانش چجوری غیر ممکن شده؟ میگه این خلأی که بین دو تا جداره شیشه های به اصطلاح میشه که بطری شیشه ای قرار داره، باعث میشه که اصلا هیچ گرمایی منتقل نشه. خب پس در نهایت رسانش حذف میشه. در آخر یه درپوش داره، این درپوش فلاسکه است که از جنس چوب پنبه است یا پلاستیکی توخالی. وقتی میگه توخالی یعنی دوباره هوا داره که حاوی هواست، پس در نتیجه رسانای ضعیف گرمایه. پس کلن رسانش خط میخوره. میریم سراغ همرفت. همرفت: در خلأ بین دو دیواره شیشه‌ای جریان همرفتی نیز وجود ندارد و تنها هنگامی که در پوش فلاسک برداشته شود جریان همرفتی میتواند باعث انتقال گرما شود. خب دوباره همین خلأ بودن باعث میشه که همرفت هم از بین بره. تنها یه زمانی همرفت اتفاق میفته. برید شرط‌های همرفت رو تو فیلم‌های قبلی ببینید. همرفت بچه ها سه تا شرط داشتش، برید حتما شرطاشو ببینید و بخونید. تنها توی یه حالت هستش که همرفت فعال میشه، زمانی هستش که ما در فلاسکو باز میکنیم. زمانی که در فلاسکو باز میکنیم، برفرض اینجا آب جوش هستش، آب جوش که گرمه میخواد بیاد بالا،
بیرون که سرده میخواد بیاد داخل. این فرایند میخواد تکرار بشه. زمانی که ما در پوش فلاسکو میبندیم دوباره فرایند هم رفتم تموم میشه و کات میشه. میرسیم به آخرین در واقع اسلاید و آخرین روش انتقال که ببینیم چگونه توی فلاسک خلا حذف میشه از دور مدار. تابش. جلوگیری از تابش گرما از همه مشکل تر است، زیرا این تابش میتواند از خلا بین دو دیواره بگذرد. پوشش نقره‌ای روی دیوارهای شیشه‌ای باعث کاهش انتقال گرما از طریق تابش می‌شود. خب بچه‌ها اگه یادتون باشه گفتیم یه روشی وجود داره به نام روش تابش که توی خلا هم حرکت می‌کنه. درست شد؟ میتونه برای ما گرما رو منتقل بکنه. پس خلا بودن فلاسک کمکی به ما نمیکنه. ما باید بیام یه کلک دیگه سوار بکنیم تا روش تابش هم از کار بیفته. چه کلکی میزنیم؟ از چه حقه استفاده میکنیم؟ حقه به نام نقره اندود کردن، نقره مالیدن به دو طرف شیشه. زمانی که ما میایم نقره میمالیم به دو طرف شیشه، این نقره باعث میشه که روش تابش به شدت افت بکنه. در نتیجه زمانی که روش تابش هم افت کرد، دیگه هیچ کدوم از سه روش انتقال حرارت وجود ندارن. پس این فلاسک خلا میتونه برای ما ساعت‌ها یا یه آبی رو سرد نگه داره یا ساعت‌ها یه آبی رو برای ما گرم نگه داره. بسته داره که ما آب به جوش بخوایم یا آب سرد بخوایم. این هم از فلاسک خلا. به پایان فصل دهم رسیدیم از علوم هفتم. آخرین فصل فیزیک هم بود. امیدوارم این فصل رو خیلی خوب یاد گرفته باشید، کار بکنید. بچه‌ها این فصل زیاد مرتبط به بخش حل مسئله فیزیک نبود. ما نیاز نداشتیم که کاغذ خودکار دم دستمون باشه که بخوایم مسئله حل بکنیم. بیشتر میشه گفتش که جنبه تشریحی و حفظ کردنی داشت. امیدوارم که خوب حفظ بکنید و در امتحان نتیجه قابل قبولی رو بگیرید.